هنگامی که جوانها خواسته های به حق خودشون رو در تظاهرات ابراز میکردن و دستگیر شدن، گناهی نکردن که بخواد شامل عفو بشن و این حکومت است که باید استدعای عفو رو از مردم داشته باشه. ولی به طور کلی نحوهی که این خبر رو در رسانه های به اصطلاح اروپایی که من شاهدش بودم اعلام کردن خیلی جای سوال میگذاره. من شخصا در اتومبیلم از رادیو آلمان روز یک شنبه برای اولین بار این خبر رو شنیدم و فقط قسمت اولش رو گفتن و به یک نحو مثبتی که رهبر جمهوری اسلامی عده زیادی هزاران نفر رو که در تظاهرات دستگیر شده بودن شامل امنستی یا عفو کرده و قسمت دومش رو اصلا عنوان نکردن که تحت چه شرایطی این عفو صورت میگیره. و بعد که در رسانه های فارسی زبان تمام خبر رو من شنیدم، خیلی برام جای تعجب داشت که آیا از ایران گزارش نصف کار داده بودن و یا اینکه این خبرگزاری ها خبر رو به این نحو عنوان کردن. در هر صورت بیشتر یک بمب تبلیغاتی بود به نفع جمهوری اسلامی و این مسئله عفو هم همونطور که دوستانم اشاره کردن، ما اصلا نمیدونیم که آیا این عفو شامل تظاهر کنندگان میشه یا نه، ولی احتمالاً شامل حال کسانی زندانیانی خواهد شد که جرائم جنایی داشتن و اونها میتونن این به اصطلاح قولنامه رو امضا کنن، این تعهد رو بدن و ما میشنویم که نظام هم از اونها استفاده میکنه بعد از آزادی در نیروهای سرکوبگرش متاسفانه.